ظلم رو ترویج میکنن، اونها که به نام دین دنیای خودشون رو تامین میکنن، نان دین میخورند و کار دنیا میکنن، اینا دشمنان صفحه اول مهدی هستند. تو روایات اینا هست، تو روایات داره کسان میان چشم در چشم مهدی وای میستن، استدلال قرآنی و دینی میارن علیه مهدی، به اسم دین جلوی مهدی وای میستن. انتظار فرج یعنی آمادگی برای نبرد علیه زرسالاران، زورسالاران و پدران تزویر مذهبی و معنوی، اونایی که فریب میدن بشر رو به نام دین، به نام عرفان، به نام معنویت فریب میدن بشریت رو و در برابر عدالت نیستن. صاحبان بزرگ سرمایه‌داری جهانی، صاحبان بزرگ ارتش‌ها و رسانه‌ها و اونایی که با زور بشریت رو همیشه زیر پا گذاشتن، انتظار فرج یعنی هوشیاری مبارزاتی و روحیه انقلابی علوی خودمون رو حفظ بکنیم، هر لحظه که لازم شد بتونیم بکنیم، از جا بکنیم، کنده شیم. این دلبسته به مال و خانواده و زندگی و دنیا و اینا نباشیم. منتظر مهدی کسی که به هیچ چی دل نمیبنده، کار میکنه، کار اقتصادی، کار علمی، کار سیاسی، کار تشکیل خانواده، همه این کارا رو میکنه مثل بقیه مردم، از راه مشروع و درست، اما به هیچی دل نمیبنده. منتظر مهدی یعنی کسی که هر لحظه آمده از آماده است از همه چی دل بکنه و مستقیم بره به سمت شهادت. برای چی شهادت؟ برای چی شهادت؟ برای اینکه توحید و عدالت بر تمام جهان حاکم بشه. حالا شما بگید انتظار فرج کار آسانیه؟ کی حق داره بگه به حضرت عجل علی ظهورک، آقا بیا آقا بیا؟ ما حق داریم بگیم؟ ممکنه بیان اول دوم ما رو بگیره بندازه اون وقت، ممکنه جز اولین کسایی که وقتی حضرت بیاد گوششون رو بگیره ماها باشه، وقت از ته دل داد میدهید آقا نیا آقا نیا. آقا چرا زود آمدی؟ چرا اینقدر تعجیل؟ حالا وقت بود. انتظار مهدی یعنی آماده باشید هر صبح جمعه سلاح بردارین به قلب امپراتوری های قدرت و ثروت جهان حمله کنیم، یعنی آماده باشید بزنیم به قلب سپاه زر و زور و تزویر در جهان و این سپاه رو در هم بپاشیم. انتظار یعنی انتظار برای اون ساعتی که، اون لحظه‌ای که اسم رمز یک عملیات سراسری رو بشنویم که شرق و غرب زمین رو به سرعت در بر خواهد گرفت. میشنویم اون روزی که بگن از کنار خانه خدا بیت الله صدا آمد که الله اکبر انا المهدی، و اون روز نهضت بزرگ شروع میشه. انتظار یعنی انتظار برای طلوع روز تصفیه جهانی انگل‌های تاریخ، تصفیه جلادان و دجالان، روز لایروبی همه مجاری حیات و زندگی، روز شورش مستضعفین عالم، روز در هم ریختن ریخت سیاسی جهان و شبکه‌های اقتصادی مستکبران جهان، روز عظیم‌ترین جنبش آزادی بخش در تاریخ. انتظار مهدی یعنی انتظار روزی که ارتباط بین بشر و حقوق بشر برای نخستین بار حقیقتاً برقرار بشه، روز فروپاشی دژهای استکبار که ابدی و تسخیر ناپذیر به نظر می آمدند، روز آری بزرگ پس از اون همه نی سرکوفته در تاریخ، روز پیروزی بعد از اون همه شکست. و بعد منتظر مهدی تو فرهنگ شیعه، فرهنگ علوی، می دونید منتظر مهدی یعنی کسی که مشکلش مشکل خودش فقط نیست، مشکل همه بشریت مشکل اوست. درسته یا نه؟ کسی که میگه به مهدی جان عجل علی ظهورک، آقا بیا آقا بیا، داره میگه که داره اینو داره میگه، میگه اصلا برای من فقط مشکلات شخصی خودم مهم نیست، من دارم به همه بشریت فکر میکنم، به همه مظلومین عالم، من دغدغه همه دنیا رو دارم، جهانی فکر میکنم، فقط خانواده خودم برای من مهم نیست، من دارم به خانواده بشری فکر میکنم، مشکلات مادی من مهم نیست، رهایی کل بشر مهمه. بعدم
قیام مهدی و عدالت که میگن فقط جنبه مادیش نیست، که خب آقا میاد انشالله بین همه ما روغن و شکر و اینا تقسیم میکنه مساوی، و انشالله هر روز صبح در خونه همون کیک و نوشابه و اینا خود اصحاب حضرت میارن تحویل میدن و اینا. مسئله خیلی بالاتر از حرف هاست. عدالت مادی یعنی سهم زندگی همه آحاد بشر حق دارن زندگی شرافتمندانه متوسط معنوی مرفه نسبی مادی داشته باشن، همه باید به سهمشون از این زندگی برسن. اما این سهم فقط سهم مادی نیست، فقط مثلا شکم و زیر شکم و اینا نیست، سهم مادی هست و بالاتر از او چیه؟ سهم معنوی، سهم عقلانی، رشد بشر، کرامت انسان، که کرامت از گرسنگی مهمتره. کرامت، رسیدن به کرامت از سیر شدن شکم مهمتره. اون عدالت که حضرت میارن عدالت عام شامله، یه بخشش، یه سطحش عدالت مادیست که توی عالم گرسنه نباید باشه، نباید یک اکثریت گرسنه باشن یا اقلیتی بخورن تا بالا بیارن. همه بشر باید در رفاه نسبی باشن، نباید یک جامعه، چند تا جامعه تو دنیا اهمیت داشته باشن بقیه جامعه بشری ناهم باشن، یا یک ترقه تو خیابونای واشنگتن و لندن و پاریس که منفجر میشه دیگه اونا میگن ما حق داریم هفتش به کشور به خاک و خون بکشیم و میلیون ها آدم رو قتل عام و غارت بکنیم و آواره بکنیم. امنیت برای همه یا برای هیچ کس؟ انتظار بعدی یعنی تو روایات هست که حضرت که تشریف بیارن رفاه برای همه، هیچ کس گرسنه نباید باشه در دنیا، آبادی برای همه. تو روایت میگه هیچ جا زمین خرابه دیگه باقی نخواهد ماند، زمین خشکی باقی نخواهد ماند، تمام این زمین آباد خواهد شد. امنیت برای همه، آفریقایی، آسیایی، آمریکایی، لاتین همونقدر حق دارن از برای امنیت و رفاه که شهروند اروپا و آمریکا حق دارن، نه کمتر. دوران خاتمی بردگی، امروز اکثر بشریت برده یک چند تا قدرت هم تو دنیا، اونجا بردگی تمام خواهد شد. این که حضرت میاد زنجیرها را می شکند، دیگه رابطه استعمارگر و استعمار شده، استثمارگر و استثمار شده، اشغالگر و اشغال شده دیگه این رابطه برهم می خوره، همه برابر. تو روایت داره دوران مساوات و مواسات، مساوات و مواسات، مواسات از مساوات هم بالاتره. غم یک نفر غم همه، شادی یکی شادی همه، همه برادر و خواهر. دیگه دروغ گفتن میشه غیر عادی، خیانت کردن میشه غیر عادی، دزدی و قصب و رشوه و اینا میشه غیر عادی، و برادری و اخوت و اعتماد اونقدر میشه و گذشت و ایثار و انصاف، این هم مسائل اخلاقی و تربیتیه. یعنی حضرت روح مردم رو رشد میده، عقل مردم رو رشد میده.